مخاطبین نظر سانه پشت جرای فیلم استاندار سامه درود به مخاطبین عزیز بنده امینا فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهم و سراب باشید به دور از این اتفاقات و استرس ها و جنگ های بین این ایران عزیزمون با عراق بشینم توی تو گردن امروز یک شنبه 22 مهر ماه سال 1403 ساعت به وقت تهران در لحظه ضبط این ویدیو 12:54 دقیقه هستش برابری میکنه امروز با 13 اکتبر سال 2024 روز یک شنبه ساعت به وقت آلمان هم 11 و 20 تقریبا 5 دقیقه هستش خبری ساعتی پیش منتشر شد و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تتلو که گویا از زیر حکم اعدام و اشد مجازات در رفته البته روده راست این مقام ها و مسئولین قوه قضایی ندارن در خصوص این نوع اخبار امروز سخنگوی قوه قضایی گفته بوده که تتلو ده سال زندانش تایید شده این در حالی هستش که مادر تطلو مدود یک مصابه انجام داده بود و دا گفته بود که تتلو به اشد مجازات محکوم شده و حکم اعدام براش بوده شده در طول چند ماه گذشته خبرهای زد و نقیز در خصوص پرونده تتلو ما زیاد شنیده یه گفته بودن که آقا آزاد میشه نمیدونم رئیس جمهور جدید بیاد اف میگیره از این صحبت هم ما شاهد این قضیه نبودیم هفش ماهی رو در انفرادی به سر میبرد حتی به بند عمومی زندان هم منتش... منتقل شد اما اونجا فش داد به زندانبان دوباره برگردوندنش به انفرادی البته انفرادی که چه ارز کنم توی یه دونه سوی توی خونه زندگی میکرد در تهران و از اون مراقبت میشد حالا گویا فرستادنش به زندان تهران بزرگ و اونجا به بخش عمومی منتقلش کردن و حکم ده سال زندان رو مقام های قوه قضایی گفتن فعلا براش بریدن حالا ببینیم این پرونده های دیگرش چی میشه اول بریم صحبت های سخنگوی قوه قضاییه رو که یک نشست خبری صبح امروز داشت و یکی از خبرنگار ازش در خصوص آخرین وضعیت پرونده تطلو پرسیده بود ببینیم چی گفته و چه صحبت را انجام داده بعدش من مسی خبرای جدیدی که تطلو تلا است بهتون میدم. الان وقت بخیر خسته نباشید. آقای جهانگی در رابطه با پرونده امیر حسین مقصود لو اخبار مختلفی وجود داره بفرمایید که آخر وضعیت این پرونده به کجا رسیده ممنون. بله. در خصوص نام برده دو تا پرونده مطرحه یک پرونده به اتهام توهین به مقدساتشون داشت که به تحمل پنج سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام خواهی پرونده در تیر ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده همکنون در دیوان مفتوع رسیدگی پرونده دیگه ای که متهم داشت به اتهام تشویق به فساد و فحشا بود که به تحمل ده سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید رأی بدوی عینا تایید شد و همکنون جهت اجرای حکم پرونده به اجرای احکام ارسال شده نام در حال حاضر در زندان حضور داره و شایعاتی که مطرح شده که به ایشون تسهیلاتی در زندان داده شده یا داده می شود این شایعات درست نیست همینجا خدمت شما و همه عزیزان ارز بکنم که زندان نه تنها تحصیلاتی رو خلاف قانون به نام برده نداده و نامبرده از اون بهرمند نشده بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف خلاف ادامه فال ویدیو همین بوده که حالا ما نداریم اینجا توی خبرگزاری مختلف هست و برخلاف اون چیزایی که گفته شده تازه اومدیم و تنبیات رو هم انجام دادیم در خصوص تتلو و حالا منظورش همون فرستادنش به بخش انفرادی بوده و اینو امکان به این که وجود داره میگم به شما اینا یه روده راست ندارم و جزئیات پرونده رو نمیگن به خاطر اینکه شما به عنوان سخنگوی قوه قضاییه به عنوان نفر اصلی که خبرنگارها از شما سوال میپرسن شما وظیفتونه ببینید حقوق دریافت میکنید و وظیفتونه پاسخ بدید وقتی هم میخواهید پاسخ بدید بعد جامعه و کامل ایشون که تروری که انجام نداده جاسوس هستی که نیست بگیم که اطلاعاتش محرمانه است اولا که شما گفتی که اینا ایشون به عنوان توهین به مقدسات یه حکم براش بریدن تشویق به فساد و فحشا هم یه حکم براش بریدن بعد میشه بفرمایید که ایشون ده روز پیش تو دادگاه مجرمان اقتصادی چیکار می‌کرده توهین به مقدسات تشویق به فساد و فحشا که توی اینا نیست که یعنی اون جور میکرد به خاطر اینکه ایشون حالا سایت های شرط تبلیغ میکرد یه یعنی کار دیگه میکرده تو اون دادگان بردنش و براش حکم صادر کردن و میشه شما بگید به خاطر اینکه ایشون رو مرتد و ربط دادید به شیطان پرستی و این اتهامات رو تو پروندهش گذاشتید و من دیتیل پروندهش رو دارم چرا اونا رو نمیاد به مردم بگید چرا نمیاد بگید که امیر تتلو نامه ای رو به بیت رهبری نوشته و از طریق رای فیپور نامه و تقاضای اف خودش اف خودش رو به رهبری داده چند وقت پیش امیر تتلو نامه ای رو از طریق رای فیپور به دست رهبری رسونده و از رهبری خواسته که بهش افه رهبری بدن چرا نمیاد بگید که تسهیلات ویژتون منظور این بوده که گیاخار بوده یعنی غذای گیاخاری بهش میدادید و از این صحبت ها توی یه دونه سویت توی خونه ز... ایشون رو زندانی کرده بود و تو بخش انفرادی زندان وی نبوده ببین اینا چه جزئیاتیه که ما وقتی تو رسانه هامون میگیم صداقت شما زیر سوال میره برای همین مردم به شما فوش میدن ربطی نداره برای همینه که مردم دیگه شما رو باور نمیکنن بیایید این, این جزئی الان این جزئیات رو ما گفتیم به مردم چه اتفاقی افتاد اسلام به خطر افتاد امام و انقلاب به خطر افتاد جایگاه نظامتون به خطر افتاد چرا این اخبار رو جامع و کامل به مردم نمیگید بعد از اون طرف شما گفتید که ده سال حبسش تایید شده چرا به مادر تتلو گفته بود که ایشون اشد مجازات رو گرفته بعد اعدام بشه به دلیل مرتد بودن چرا این صحبت ها رو به وکیلش گفته بودید و گفته بودید که اشد جزئیات پرونده دست وکیلش هم هست وکیلش هم که بعدش به پرونده اضافه کرد تو دادگاه هم که حضور نداشته خانوادش هم که اجازه ندادید بیاد بره تو دادگاه شما به عنوان سخنگو وقتی نمیای این دیتیل رو به مردم بگی وقتی نمیای این صحبت رو به مردم بگی دیگه چه انتظاری از بقیه وجود داره بعد من میگید شایعاتی که در رس اصلا شایعات شما باعث میشید بهش دامن زده بشه اینکه گفته شده نمیدونم تتلو میخواسته با ناخونگیر توی زندان خودکشی بکنه این صحبت ها حالا خبراش جسته و گریخته میاد بیرون اینکه زده خوش ناموس داده به اون رئیس زندان وکیل بند اونجا زده، کتک زده اینا رو که بگید که بگید که امام و انقلاب اسلامتون به خطر بسته تازه از اون طرف معمولا حالا تتلو چون سابقه زندان داره حالا یا چیزهای مختلف ولی با این حال معمولا اتفاقاتی که از من چیزی که خودم شنیدم حالا ده سال شما شنیدید من شنیدم که تتلو اگه منابع من قبول دارید سه سال بهش زندان دادن از اون سه سال یک سالش الان تقریبا گذرونده تقریبا یک سالش جمعه تا یک سال تموم بشه از لحظه که شما رو میگیرن دیگه حساب میشه یه سال دیگه هم میکشه بعدش با عفو چیزهای مختلف نمیدونه تا اگه اونم نباشه نرمال وقتی یه کسی زندان بگیره با تخفیف هایی که بهش میدن حالا شبخوابی و فلان و این ها یک سوم حساب میکنن اگر حال بدن یعنی ده سالش میشه تقریبا سه سال و سه ماه یعنی دقیقا همون حرفی که ما زدیم یعنی ده سال شده سه سال و سه ماه یه سالش گذرونده میمونه دو سال که از اون دو سال هم باز دوباره زیر رد میکنن یه سال دیگه میارنش بیرون یه چهار دوباره براتون رو انرژی هسته ای و اینا میخونه و میدید میبریدش اینکه شما با مخاطب صادق نیستید اینکه این جزیات مردم بگید خودش داستانه پشت پرده ای که شما برای امتیازگیری های خودتون حالا در زمان های مختلف سیاسی و در شرایط بحرانی مختلفی که حالا یه تا تیر تخت و چهار تا بیابون رو بزنید ازش استفاده خواهید کرد و حالا منتظر باشیم ببینیم که چقدر این غذای ها میتونه برای شما سوداور باشد بود خبری اینو جزییاتی بود که به دست ما هم رسیده بود و حالا تطر رفته توی زندان تهران بزرگ و اون طرفدارایی که میگفتن سلطان سلطان قابل توجه اون آدمای معروف قابل توجه اون آدمای خفن به اصطلاح تو فضای مجازی فالووراتون خدا نفره الان این آدم که اینم سلطان سلطان کردن اونایی که به این آدم میگفتن سلطان اونایی که به این آدم دنده میدادن اونایی که به این آدم میگفتن سلطان رو می میگیرن الان ببینم میتونن یه ساعت زندان این آدمو کم بکنن الان ببینم میتونن همون آدما یه قدم برای این آدم بردن که زندانش کمتر بشه دنده این آدمایی که به شما میگن سلطان شما رو میچسبونن به سقف و میدونم به شما حال میدن و قول دنده این آدما رو نخورید تو شرایط بحرانی و حساس این آدما واسه شما تره اگر بخوان خوردن بکنن نمیتونن خورد کنن الان طرفدار این آدم میتونن براش کاری بکنن الان میتونن از زندان درش بیارن ریالی اصلا میتونن حرکت بزنن برن جلو با اعترام به طرفدار تتلو خود تو الان طرفدار تطلوی این زیر نظری پخش میکنن هشتک میزنن این حالا خواننده دیگه برید فضای سیاسی اجتماعی هنری و جای مختلف که وید جن... دنده میدن آقا بیا برو یه فلان حرکتو بکن به خود منم دنده میدن بفرمایید آقا اینو دنده دنده خانم های دنده دنده فعلا شما نمیخواد دنده به ما بدید برید مشکل تا حل کنید میتونید حل کنید میتونید از زندان درش بیارید این برای شما بشه الگو که گول این آدم ها و دنده این آدم ها رو نخورید خیلی مخلصیم و مرسی که حالا تو, تو اروپا کشور خارجی یک شنبه تعطیل وقتتون به ما دادید تو ایرانم امیدوارم که حال هواتون خوب باشه به دور از استرس جنگ و چیزهای مختلف باشید و ای سوال پرسید که اسرائیل میزنه نمیزنه اینا حالا من پیش بینی کردم میزنم ببین چی میشه مرسی که تا لحظه با ما بودید خیلی مخلصی